تیمی برای ستارها، شیطانهای ایتالیا، نجات میلان. سلام و درود خدا برای شما باد. پس از مدت‌های طولانی که فکر کنم 10-12 روز گذشته اومدیم بالاخره نجات رو بریم، نجات تیم میلان. اما چرا داریم نجات میلان رو میگیم؟ الان بهتون میگم. میلان یکی از باشگاه‌های پرآوازه و بسیار مشهور اروپایی است که این روزها اصلا وضعیت خوبی نداره. رویایی‌ترین فصل میلان در قرن جدید به سال 2007 برمیگردد. اما چرا دارم میگم سال 2007 نقطه اوج میلان بوده؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سال 2007 میلان جام باشگاه‌های جهان رو برد، سوپر جام اروپا رو برد و قهرمان چمپیونز لیگ شد. اما الان چی؟ آخرین قهرمانی چون برمیگرده به سال 2022 که فقط سری آ رو بردن و همچنان 16 سالی هست که پای میلان حتی به فینال چمپیونز لیگ هم راه پیدا نکرده. اما توی این ویدیو مهدی خان میخواد کاری بکنه که میلان قهرمان بشه. بله، مهدی خان که مشاهده میکنید وارد باشگاه میلان میشه و با این چهره و با این استایل گندمک خود، با کروات زرشکی خوشگل خود که نمایانگر میلان هست، پاس دست میده به آقای هرناندز و دوستان او و قصد داره که مهدی خان برای چندین بار پیاپی که تونستیم های همچه بارسلونا، روم و گنده تر از اونا نجات بده، منچستر یونایتد جونم وسط بگه دورتموند. اوه 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 اوه. بله، همین که ریزیبا میخواد کاری بکنه که میلان نجات پیدا بکنه پس از سالها رنگ فینال چمپیونز لیگ رو حداقل ببینه حتی که قهرمان نشد. لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب خراب بشه که واسه انرژی اینستاگرام سابسکرایب کنید سریعتر بسیم به 100 کا و فراتر از آن بریم سراغ ویدیو. بله، مهدی خان گفته چی؟ اهداف فصل رو تعیین کنم آقای مهدی خان. چشم، الان واسهتون تعیین میکنم. اما باید براتون بگم که متاسفانه میلان یکی از نجات‌های پایانیه. مهدی خان گفته من میخوام در مورد هدف اصلی این تیم در این فصل صحبت کنم. بفرمایید. من به عنوان مدیر برای چی فکر؟ آها، اون داره میگه. من به عنوان مدیر برای چی فکر می‌کنم که هدف ما امسال این باشه که قهرمان بشیم. نظر تو چیه؟ نظر من داره میگی؟ الان ما لیگ قهرمان اروپا سهمیه داریم اصلا یا نداریم؟ یکم عجیب است واسه من. الان مثلا هدف بعد رسیدن به قهرمانان لیگ قهرمانان اروپا باشه، چون شما سری آ رو سال پیش یا دو سال پیش بردین. نمیشه این به هیچ وجه برنامه پروازان در این هدف نیست. اما معتقدن که باید هدف رو در موقعیت تمام کنیم که سر میگه لیگ قهرمانان اروپا رو به دست بیاریم و سهمیه رو تازه میخواد به دست بیاره. اما اگر شانسمون بزنه و پلی آف بخوره، میتونیم حتی اول فصل بریم چمپیونز لیگ. آمریکا گفته اگه حضور شما در این باشگاه نقطه عطفی در دوران کاری شماست، بزن نقطه برجسته، بزن برجسته است. اینجوریه. من معتقدم از من همیشه از اعتمادی که این باشگاه من کردم ممنونم. امیدوارم که جبرانش کنم. من نمیدونم این بود که این دستورد من یا نه، اما مطمئنا این نقطه برجسته هستش. وقتی بهم زنگ زدن خبر دادن فقط یک ثانیه طول کشید جواب بده رو دادم. مهدی خان بی‌تردید سمت مربیگری تیم سمت کو دارم میخوام. اولین بازیمون با یوونتوس، بعدش با تاتنهام، بعدش با رئال مادرید و بعدش سوپرکاپ با اینتر داریم. و اگر که این سه تا بازی اول ما بتونیم ببریم و اول بشیم توی این تورنمنت یا حتی دوم بشیم، بودجه نقل و انتقالات زیاد میشه و از این تورنمنت میتونیم پول به دست بیاریم. بودجمون چقدره؟ بله، 154 میلیون برای خرید و 4 میلیون و 900 سالیانه فقط واسه یه بازیکن میتونیم بخریم. یک بازیکن دائمی بیشتر نمیتونیم بخریم با این پول مسخره که اینا دارن. آقا من ترکیبو چیدم، ترکیب شد این، اما مشکلی که اینجا هستش اوورال تیم یا همون تیم پلی استایل تیم به شدت پایینه، بخاطر اینکه هیچ کدوم از این بازیکن‌ها که توی ترکیب ما هستند مهارت کاپیتانی ندارن و اگر که یک کدومشون کاپیتان میشد الان اوورال تیم این نبودش. و بازیکنایی که ما می‌خوایم، دروازه‌بان نمی‌خوایم، یه دونه دفاع می‌خوایم، بخاطر اینکه هر 5 دفعه اون داریم استفاده می‌کنیم و 5 دفعه چی دیم؟ یه دونه هاف بک و یه دونه فوروارد نوک، چون اولورجی روسیو 6 سالشه و زلاتان 41. کارمون سخت شد. بله، لئوناردو بونوچی 35 سالشونه ایشون و اضافه اینکه دفاع وسط بازی می‌کنن. آقا همین خوبه. شروع انتقال برای مذاکره. رفتیم واسه مذاکره. ببین ایشون گفته من 4800 میخوام کفش، ولی من 4800 نمیخوام بگیرم، چون احتمال خیلی زیاد بهش درخواست بدم میخواد ناز بیاد و کلا نیادش. و اما من درخواست قرض یک ساله میذارم با بند خرید روشن، بهش میگم که آقا اگر که خوشم اومد از دست 7 میلیون از این ورم میدم، از این ورم 7 میلیون 6 میلیون 7 سالیانه بهت میدم اگر که اومدش خوشحال میشیم. ببین این دو نفر هم زدم خوب کار میکنن، هم پاس کوتاه، هم از جایگی من دوست دارم و فشار خط مقدم هم هستن دو تاشون. ایول ببین گریزمان ای ام اف اس 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 سی اف اس ار دبلیو اف اس بیو فهم هست، ولی کره هم بد نیست. خدا دو تاشون رو درخواست بده. وایسا ببینم اصلا سنش چند سالش هست. ایشون 27 سالشه و فینیشینگش 77. این بعد ایشون چقده؟ ایشون این که خیلی خوبه داداش. اصلا این درخواست انتقال بده گریزمان ببینم که میاد یا نمیاد. 4500 اما از این ور بهش بیشتر بدیم، مثلا آقا بگیم 47 تا از این ور بهت میدیم، سالیانم 4500 ببینم میاد یا نمیاد. اگر بیاد خیلی خوب میشه، هم ای ام اف اونو پر میکنه هم فوروارد.
بله، متخان کاشف از تیم اورتون یه دونه سن 25 ساله سی اف 8 روزه پیدا کردم. درخواست انتقال وایس دوست گرامی، درخواست قرض بزن و بند خریدو فعال بکن. شما بند خریدو فعال بکن، بگو که اگر که خوشم اومد از 40 میلیون بهش میدم و از این طرف من 6 میلیون میدم سالیانه. برو ببینم داداشم 28 سالشه، اسمش ویلیامز، اصلا نمیدونم کجا بازی میکنه، اتلتیکو بیلبائو. 28 سال، سرعت تو ببین، شوت و فیزیکو ببین تو فقط. آقا وایس درخواست وایس صف کن، بند خرید واسش فعال کن همین الان، تا واسش پر کن، خدایی میخوامش. تموم شد رفته، بریم برای بازی. بعد خوام میر برای بازی، امیدوارم که بازیکن ما برسه و بتونیم که اولین بازی رو بعد نرسید. ممنونم از شما. بله مت خان اومده تو رختکن، میبینم که این اسکول داره به ما چی میگه. چی آیا میتونم ایشاد به شما بدن؟ ایزه بازی کردن به فلانی در رقابت به دست شوبی برخص پتانسیلای او کمک میکنه. این مرحله جای عالی برای آزمایش جوانی مثل اونه. چرا چرت میگی؟ باشگاه آلیانز استادیوم در باشگاه یوونتوس ساعت 1 بعد از ظهر بازی داریم. ما میهمان هستیم. آقا یلاف رافالیاو گفته که اونا حریف آسون نخواهند بود، متأسفانه همین هم ما میخوایم هواداران رو خوشحال بکنیم. بله ببین تو این تورنمنت خیلی واسه مهمه که ما بتونیم این برای این تورنمنت قهرمان بشیم، بخاطر اینکه پول خوبی بهمون میرسه و میتونیم بازیکن بهتری بگیریم. اما خب بازی سختی رو در پیش رو داریم. اما متخان بیدی نیست که به این بادها بلرزه. بله رقابت شروع میشه مد بین دو رقیب قدیمی یوونتوس و میلان. با این حال و هوای زیبا اولین بازی فصل شروع میشه. بله یوونتوسی که خیلی ساله که قهرمانی رو از میلان پس گرفته و میلان رو به نقطه افت خودش رسونده و قرار جدول رسونده میلان رو، قرار جدول نبره جای بدی رسونده میلان. ما باید پس بگیریم صدر جدول یا حتی این تورنمنت رو از بازیکنان یوونتوسی. واسه جیرو پشت مدافع جیرو قد تو سولی وای خدا دیوونه کردن ملازراتان بیا تو. من نمیدونم چرا کل تیم فلج، اصلا افلی جنمشون. ببین آخرین فرصت اولویجی رو پاسه رو میده خاک تو اون سرت کنم بازی مساوی شو گندتون بزنن اون سیزتون فقط فیس و افاده این. متاسفانه ما اینجا به نتیجه خوبی نرسیم و باید بریم ببینیم که بازیکنام کدومشون میان بدارین. بازیکنامونم اسماعیل شده آره زرش. بله ما متاسفانه الان دومی و تاتنهام با 4-0 رئال برده. روز مذاکره ببینم که کیا اومدن کیا نیومدن، کیا جواب رد دادن به ما، کیا رفاقت خودشون رو ثابت کردن. خاک تو سرت گریزمان. و همچنین دیپاول اولاق خیلی خوب، ایشون که گفته بودم استعداد خیلی نابی داره ایشون قبول کرده، بونوچی هم قبول کرده، ایشون هم گفته نمیام. پس ما یه دونه فوروارد گرفتیم یه دونه دفاع. ایشون قبولش کرد 21 میلیون بعد بند خریدم گذاشتم واسش. بونوچی هم بند خرید واسش گذاشتم، بونوچی هم اومد. خیلی خوب حالا یه دونه هاف بک می‌خوایم. بذار ببینم که این پسر چه جوری بود. گفتم استعداد خوبیه. ببین این دی ام اف بازی می‌کنه، سی ام اف بازی می‌کنه، دفاع هم بازی می‌کنه. 27 سالشه داداش، این خیلی خوبه. همینا بگو بیاد بابا بی تو چه ربطی داره آخه. من دفعه بعدی میام میخرمش. بریم سراغ بازیکن بعدی ببینیم که چه کسانی به بازی به لیست بازیکنان ما اضافه شدن. بله بازی رو با تاتنهام، تاتنهامی که 4-0 رئال مادرید رو برده. اون پول این کلا تورنمنتو نیاز داریم. بله لئوناردو بونچی عزیز دلم که همیشه من توی دو تا نجات گرفتمش، خوش اومدی به خانه. بله من خودم مشاهده میکنه با همون استیل چاغال خودش وایساده اونجا. بابا من قدم کوتاه نیست، به خدا داره در حق من اچاف میشه. این بازیکن به ما پیوستش، این بازیکن گفته بودم که استعداده و جوونم هستش، گفته که من واقعا از عضویت در این تیم هیجان زده هستم، اما نمیتونم تا اولین بازی صبر کنم. خیلی خب ببینم که حالا با وجود اومدن این بازیکنمون ترکیب چه جوری شد. اونوچی اگر بیاد تو و فوروارد ما اولیویا رو بندازیم بیرون، اینو بیاریم داخل و کاپیتان اینو به به داداش خدا مکیلی بگیر، خدایی اینجا رو بگیر، خدایی بگیر چیکار کردم تیم. اوریرم بیار تو، اصلا تو بگو 83 اوورال تیمو نما کن چی شد. 83 شد با یه دونه اوردن بونچی و کاپیتان گردنش تمام شد رفت. تو بیا تو حالا آیه اولویه خان، مثلا ما به این نیاز نداریم، پس بره بیرون بهتره. آقا ساعت 12 به ظهر در ورزشگاه سان سیرو میلان با تاتنهام مسابقه داریم که این تاتنهام در این تورنمنت 4 هیچ رئالی که فردا باش بازی زده. بله بازیکن ما کاپیتان تیم لئوناردو اون چی داور ژاپنی از بدن همه رد میشه و ببینم که با این تیمی که متخان ساخته آیا میتونه ببره یا نه. ببین جدی به نظر من این بازی رو باید ببریم و متخان همین الان تیمو میکشه بالا. مواظب حرکت ماشین آقای تونلی بازی رو شروع میکنه. حرکت کن دیگه بوزینه، برو حرکت کن. وای هری رفت بزنش. وای در سگو گفتم بگیر، 100 مرتبه گفتم اینو بگیر، گم شین جلو. ور سگ پاس به استعدادم، استعداد دروازه. آرام باش دوست من. بله استعدادی که مهدی خان کشش کرده بود در اولین بازی رسمی خودش گل می‌زد، داشت اوورال 63 20 خورده ای سالشه، تو اورتون بازی می‌کرد، یافتمش استعداد یافت. تا بر استعداد اینو کشش کنه مرده، این خلابازی کرده بازنشسته شده. بده من بده لب خط. نه لب بخط آقای اسماعیل ارو داداش گلم پاسو بده آور کلا شماره 19 شماره 18 ببخشید. یه دونه حرکت عالی شوتشو میزنه و
کار کرد حاجی؟ چی کار کرد؟ باور جزم پاراسیه چجوری با پاچه افتاده یه بیرون محبته؟ چه گولی زد؟ چه گولی زد؟ کامبک مدیخان حالا شکل میگیره. بله فکر کردیم مثلا رئال وردی و نمیدونم چاریت زیرا رئال رو زده چارتایی کردیم، ما مثلا دوباره میگم چارتایی میشیم؟ مثلا دوباره که ما کلن یک یک کردیم، درستش این است. اوریگی حالا میکشه پشت مدافعین برای دیاز، اگر بهش برسه چقدر زیبا میشه. خود دیاز حرکت شالیه شوتشو میزنه واسه گل سوم. کامبک مهدی خان داداش، کامبک مهدی خان، این چهره رو میبینی؟ چهار تا به رئال دادی، سه تا خودم بهت زدم، فقط یکی چقدر بودم، سه تا بهت زدم. منوال کار اینج ایشون، منوال بازه یا گمشین. وای وای این شوتر رو نزنه، بزن بره و مرد مهدی خان سه بره کی میبره. امیدوارم برم صدر جدول بهتر بازی کنم. کی شد داداش؟ چنچن شد. بله بهترین بازیکن استعداد خودم، استعداد آقای داروین. این ور یکی چی رئال صدر جدول داداش، صدر تورنمنت. آخرین بازی با رئال مادریده، این بازی رو خودتون بازی کنید خدا وکیلی دیگه. داداش همونجوری که اول ویدیو گفتم خوردیم پلی آف، خوردیم به میتجیلند. اگر که بتونیم اینو رفت و برگشت ببریم سهمیه لیگ قهرمانان میگیریم. ول ساعت 8 با رئال مادرید بازی داریم. اولی که من برم بازیکنم بخرم و ببینم که حالا کی رو میتونیم بخریم به جای هافبکمون بدون، چون هافبکمون واقعا ریدمان هستند. بله ساعت 8 در برنامه سانتیاگو برنامه با رئال مادرید بازی داریم و داروین گفته چی به صورت قراری به تیم پیوسته تذیر و سهم وی در تیم مطمئنا عامل مهمی در چه تعیین چگونگی پیشرفت در مرحله بعد دوران حرفه‌ای اون طیف استعدادهای او در مسابقه کاملا به نمایش گذاشته شده. فقط چه بازی کرده. بله حالا که داری خوب بازی میکنی شماره شو عوض کن، داروین شماره 18 رو بگیر، شماره 10 میدی بهش دیاز برگومش. آره دیاز هم خوب بازی کرد ولی من 10 میدم داروین، 7 میدم به دیاز. بیا برو خودت هم باشه. خیلی خوب مقابل هاچ کریم دوستان گرامی مون هازارد و بین آقای کاماوینگا میا بریم این بازی رو رتون ببینیم نتیجه چی میشه. یا علی مدد، دو هیچ بردیم داداش، صدر جدول تورنمنت. بله پول چقدر شد؟ بله رسیدیم به سوپر کاپ ایتالیا، اینتر و میلان مقابل هم دیگه، هر کسی ببره این جام میگیره. ما تا الان یه دونه جام گرفتیم بخاطر اینکه صدر جدول شدیم، این بازی رو ببریم یه جام دیگه میگیریم. بله مدخان اومد همه جام رو برای 107 چه برایش کنه سنتی روی میلان. بازیکنات رو باید بفروشید دیگه داداش. من کیو گفتم؟ والبرده رو گفتم. والبرده چقدر میگیره؟ والبرده 7 میلیون میگیره. خوبه 7 میلیون 800 تو بگو یک سال ببینیم که قبول میکنه یا نمیکنه. 100 میلیون بهش بدیم، 96 میلیون بیشتر میدم. اومدی نمیدی درک. ای استعداد دیگه رو من پیدا میکنم، مطمئن باش. استعداد میخواهم. آ اتفاقا همینو میخواستم بگیرم، هم دفاع بازی میکنه هم هافبک دفاعی هم هافبک وسط، همینو بگیره. شروع مذاکره برای انتقال کلا 30 میلیون میگیره. از این ور بهش میگم آقا من 6 و 200 بهت میدم سالیانه و از این ورم تو آخر پر میکنم مثلا 2 سال بیا واسم بازی کن. و یه فوروارد دیگه هم میخوام. البته به نظرم دفاع میگرفتیم بهتر بود. آها دقیقاً همون چیزیه که من میخوام. اگر بتونیم گریزمنو بگیریم خدا میشه. پولمون هم اتفاقا میرسه بهش. 6 میلیون بهش بده، این ورم زیاد 47 میلیون بهش بده. میان اینا. خیلی خوب بازی ما ساعت 7 شب با میل اینتر بریم واسه بازی. بله کاپی که مشاهده میکنید قراره یکی از ماها ببریم، اما اون کسی نیست جز میلان. بله شماره 10 کسی که خوب بازی بکنه به شماره هم میدیم داداش گلم. هر شماره بخواد بهش میدم، اصلا مشکلی نداریم ما. ابرو کلا پاسر بده بره. نه نرو 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 تو. آ ماشاءالله لایی، آ ماشاءالله لایی، چه تکلی رفت که صحبت. ماشاءالله داروین، ماشاءالله داروین آیا داره کار میکنه؟ برو برو لیا برو تو باش. یا بیا 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 بده خودش، بده خودش، بده جلو. اسماعیل داروین میتونیم پاس بدیم بهش یا نه؟ پاس به داروین، داروین رفت واسه گلزنی، تیر یک توی دروازه. نمره این بازیکن چنده خدا وکیلی؟ نمره بده بخریدم، نمره بده بخرید همین بازیکن، نمره بده. چه نمره ای بهش میدی خدایی؟ چه نمره ای بهش میدی؟ اه و بله مهدیخان قهرمان سوپر کاپ ایتالیا میشود. فقط تو 4 تا بازی این مهدیخان تونستش 2 تا کاپ ببره. 4 تا بازی 2 تا کاپ بردم، 4 تا بازی 2 تا کاپ. بله خودش گله با کلاس مهدیخان، اما کراوات زرشی علامت میرانه دو تا کاپ رو گرفت اول فصل سه میلان و میلان رو از قعر جدولی که بود نجات داد. اما هنوز لیگ و جام حذفی و چمپیونز لیگ مونده که مدیخان مخصوصا اینا رو چه چمپیونز لیگ قهرمان بکنه دارم واسهتون. آقا بریم بس دیگه، بس زیاد ندینش بالا، ببر بالا. شما این کاپا زیاد بردی ببر بالا، مبارکت باشه، مبارک میران باشه. بله پلی آف چمپیونز لیگ بسیار این بازی مهمه، چون اگر که این بازی رو ببریم و بتونیم که رفت و برگشت برنده میدان باشیم تو چمپیونز لیگ میبینیم و میریم در رقابت بعد چمپیونز لیگ شرکت بکنیم. پس ما ساعت 9 در مقابل سن چیز میتجیلند بازی بکنیم، اما تو دردشگاه خودمون ببینیم که جواب مذاکرات چی شده. بقیه تیم ها شون موفق بوده، استعدادمون گفته من میام اما پول بیشتر میخوام. و گریزمان هم گفته که من میام با همون پولی که بهم گفتی آنتوان گریزمان بخر. حالا ببینم که استعدادمون هم پولش پولمون میرسه بهش بخریم. اه نمیرسه پولمون بهش بخریم، استعداد و اشتباه کردم، پول جه نداریم. میریم بازی رو رد کنیم ان شاء الله که خودشون ببرن بازی برگشت خودمون. بیاین بازی کنیم دو برای چی برد؟ دو برای
خودش میبره مهدی خان بزرگ. و الان وقتش که آنتوان گریزمن ازش رونمایی بشه. آنتوان گریزمن خوشگل میاد برای کنفرانس مطبوعاتی و معارفه خونی نشیند روی صندلی که دیگه خودت بدون دیگه بابا بازیکن اروپا نمیدونه کجا بشینه. بشین یه چه بتمک دیگه. بله آنتوان گریزمن هم میتونه چه چرت و پرت داره میگه از پی واسه من چنین تیم معتبری برام افتخاره. آ نه خوب داری حرف میزنی ولی حاجی خاری تو تیم ند حواسو جمع کن بخوای شماره دعوا بگیری نداری من حرفا. بله این یک انتقاد بزرگ و تاثیرگذار در سری آ ایتالیا گریزمان به تیم آس میلان میگه واسه اونم با ترک اتلتیکو مادرید به مقابل 47 میلیون بله خریدمش دوست داشتم بخرمش پولشو داره میخریم به تو ربطی نداره. اولین بازی لیگ و من خیلی واسه مهمه که اولین بازی لیگو بتونیم ببریم. پس آنتوان گریزمان دوست دارم بیارم بذارمش داخل. آه زرش دو تا مصدوم دادیم دیاز و سرجیو دست 5 روز مصدومن عجبو. گریزمان کجای داداش خودم بیا تو. گریزمان هم داخل ترکیب اینجوری شد ترکیبمون. بله بریم برای بازی کردن با ساسولو بودیم. اولین بازی در زمین خودمون ساعت 1 بعد از ظهر. چه افتتاحیه لیگ قسمت اول ببینیم که از متکام میکنن چی ورسان شما از بازیکن جدیدتون یعنی آنتوان گریزمان در بازی اول استفاده میکنید یا نه. یکو شک دارم استفاده کنم یا نه اینو بگو. من در مورد 11 نفر اصلی تیمم نس تصمیمم رو گرفتم نمیخوام الان به توضیح داده چرا کنم اما بعید اولین اون در اولین مسابقه بازی کنه. آفرین چه قضیه میدونه همه چی میدونه تغییر بکنه. من مطمئنم که اون فرصت پیدا میکنه. خود یعنی مول یعنی یه جوری گفت هم گفت بازی نمیکنه هم گفت بازی میکنه. آ برکلا. بله بریم بازی رو کنیم به امید خدا که ببریم. 3-0 بردیم داداش عددی نیستین شما واسه ما. 3-0 بله پلی آف بازی برگشتیم بازی حتما باید خودم بازی کنم خیلی اساسا اگر ببریم چمپیونز لیگ موندگار میشیم. بله افتتاحیه لیگ قسمت دوم میبینم که چه خبر شده. چی بسیار از هواداران شما تعجب کردن که شما با آنتوان گریزمان اینقدر فرصت بازی دادین. شما باید با این حرف و عملتون یه تشابهی باشه حداقل خفه شما بدل سوخته دوست. آقا حالا که اینجوری شد از این به بعد آنتوان گریزمان فیکسه به خدا اگر بکشمش بیرون پدر سگ تو تو جام واسش بردم روش باز شد. بریم برای بازی کردن مقابل میتجیدن ساعت 9 شب در ورزشگاه آنها. بله بله عزیزان دل حاضر میشوند در زمین. ای بابا چرا زمین نورش سولتیه. بله زمین سولتی وارد شدیم نمیدونم چرا زمین سولتی شده ولی سولتی شد. از وسط تر آنتوان گریزمان را دارم میدازم از همون سم آنتوان گریزمان بازیکن تازه وارد تیم حرکت خودش انجام داد از گوچه میخواد بیاره داخل پاس رو میده از این سمت سانت رو میکشیم روی تیر اول. خود آنتوان گریزمان توپ رو استاپ کرد و میاد واسه شوت زنی شوتش رو میزنه. بهرام دو چه گلی زد داداش. این گلی که این زد من فکر کردم زده تو دهن کچله. یک درصد فکر نمیکردم گل بشه. صعود به چمپیونز لیگ برای گرفتن سهمیه چمپیونز لیگ توسط متخانه بزرگ و آنتوان گریزمان که زد دهن کچل. خدایی چه گلی زد. متاسفانه بازی قبل و بونوچیو نداشتیم و 2-0 از سمپدوریا باختیم و گند زدیم چون بونوچیو نداشتیم. به یکی درخواست داده بودم مارکوس گرانتا رو درخواست داده بودم که بگیرمش گفته چقدر ای پدرت صلوات چیشو 400 خواسته. جواب آدم پدر سوخته یه گفته چیشو 400 نداریم ما کمبود بودجه. بله اول بازی چمپیونز لیگ خوردیم به کوپنهاگن. بله آقای بونوچیو اومد نشسته کنار متخانه و داره خوشو بش میکنه باهاش یه شوخی ریز متخانه باهاش میکنه میگه جواب مسابقه رو بده خبر بده. اعتقاد همه اینه که شما برادری از گروه مرحله مرحله گروهی شد میکنید نسبت به چسب انداز خود احساس دارید. آیا برادری از گروه صعود میکنه ما میتونیم از گروه صعود کنیم. مدو داره به همین ریزه صعود از گروه امتیاز نبگو ما راحت میتونیم صعود کنیم. یعنی مسابقه هیچ گروه آزمون وجود نداره. بله قشنگ گزینه که من انتخاب کردم دقیقاً داری همون رو میگی اصلا. بله اما بذارید فقط بگم که ممنون از گروه مرگ نیافتونیم. من میخوام در اسرع وقت از صعودمون مطمئن بشم. یه همچین چیزی یه زرت و زورتی کرد بالاخره دیگه متوجه خواهید شد که چه اتفاقی داره میفته. کوپنهاگن 5 دقیقه هفته شب باش بازی داریم. ترکیبمون هم اینه بازیکنامون. حالا این بازی رو رد می‌کنیم امید خدا که خودشون میبرن. 3-0 زدیم. 3-0 زدیم صدر اوف 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 بهترین تیم ها افتادیم. میگه چرا سیر تو زورت کرده کی داداش. اوه اوه این بار چه خبره. نه خدای گروه ای از گروه مرگه. بله بازی بعدی با اودینزه داریم. من باید حتما این بازی رو برم خاطر اینکه خودشون باختن و گند زدن توه. بله اولینامیشون بود رو که به نتیجه تازه وارد در مورد اولین بازیش گفته من میفهمم که در سرنامه های تیم با عادت های من کمی متفاوته اما به اونا عادت کنم. ساعت اوه داداش این بازی رو رد کن. بازی بعدی با آتالانتا که صدره و بعدش دوباره با یوونتوس که صدره. تو بازیشون هم بردن اینا مقابل کن. 3-1 زدیم اینو 7-2 میواد جامو تکون نخوردیم. بازی های سخت جلو رومونه و بعد این بازی رو حتما بازی کنیم. از رویش استعداد گریزمان هم گفتن که حالا ازش راضی بودن. 3 تا بازی مهم پشت هم داریم. آتالانتا یوونتوس دورتموند. آتالانتا 3 برد متوالی داشته. بریم یا بریم بازی کنیم ببینم. حواستون به زاپاتا باشه پدرتون در میاد. بله بازی مهمه میلان شروع میشه و اگر که بتونیم اینا رو ببریم خیلی به رشدمون کمک میکنه و سریعا میتونیم به سر جدول برگردیم. بچه رو زمین سوراخ من کسی اینجا بازی کرده. از به جلوتر داروین توپو میگیره
به این برتر به جلوتر، حالا وقت گلزنیه توی دروازه. دقیقه 93 منطقه دروازه رو باز میکنه. توسط کی؟ توسط کی؟ توسط توماخی، توسط دفام. بله همین تیمو تو تا کشیدم جلو. به قدر چی؟ به قدر اینکه یکی از دفاعها از دفاع بیاد جلو فوروارد بازی کنه. برد میلان و باخت آتالانتا. ممنونم توماخی جان. ممنونم. از توماخ در اومدی؟ موخت گذاشته واسه بازی. بله. چندم جدولیم؟ حالا سوم آتالانتا رفت پنجم. یوونتوس پدر سوختن ما آخرتر نتونستیم بکشیم پایین. آها. چقدر منتظر این بازی بودم من. بله ساعت 11 ظهر. اولا که پورتای متوالی آسم میلان بازیکنم تیممون یعنی هرناندز گفته من واقعا میخوام از شور تیم نهایت استفاده رو بکنم، بهترین انتخاب قند سوراهه. و حالا به نتیجه گفتن انتظاراتو بالا برده و بحث انتقال جونیور هم تکذیب شده. ببین کسی از اینجا بیرون نمیده. اه چرا همه بازی سخت پشت سر هم داره میفته؟ این بازی نمیدونم با یوونتوس بازی بعدی دورتموند بازی بعدی ناپولی، اصلا همه بازی سخت داره به هم میاد پشت سر هم. ساعت 11 تو در بچه خودم با یوونتوس بزنیم ببینم چیکار میکنیم. بازی شروع میشه. داریم پاسر رو میده. ببینم این شماره 8 رو من به نظرم الکی دادم به این تونالیه. بیا یا گریزمان بزا دارم حمله میکنم بهش. مساوی کردیم بدون گل. مهمترین بازی لیگمون بودیم. ببین از اونجایی که من دارم متوجه میشم ما داریم شوت زیاد میزنیم، سومیم هنوز، ولی اخ بازی هم مهمه لعنتی. شوت داریم زیاد میزنیم ولی تو چارچوب نیستش. بله چمپیونز لیگ هم باید بازی بکنیم، بازی مهمی هم هستش. مذاکرات هم که ما کاری نداریم. ترکیب تیم الان چجوری برای این بازی؟ بعد به نتیجه باید بره بیرون. یه خالی برین بازی کنین ان شاء الله ساعت 9 شب ببرین دورتموند رو. 4 هیچ بردن خدا وکیل صدر جدول. اوریک اوریک حاضرین ما ناپولی. آها بازی سختمون همینه. ناپولی نهم جدول همینطور که دارین مشاهده میکنید و 7 امتیاز گرفته، ما 10 امتیاز گرفتیم. این ببره ما رو میاد جامون، پس نباید بذاریم همچین اتفاقی رقم بخوره چون بقیه بازی‌ها زیاد مهم نیستن. بله آقای رافائلیا گفته که ما واقعا خوب تمرین کردیم، فکر می‌کنم کارهای خوبی انجام دادیم. بریم واسه بازی کردن با ناپولی ببینیم چیکار می‌کنیم. اوف بارون هم میاد. هچ سرسری پاس 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 بزن گلو. ماشاءالله داروین انتظار گل داشتم ازت. گل رو ثمر رسوندی و مدیخان ازت راضیه. معلومه که ازت راضیم آقای داروین. بعد خیس شده این بنده خدا همینطوری که داری مشاهده میکنید، ولی گل رو زد آنتون گریزمان. میخوام تعویض بکنم به گری ویچ. درشو صلوات. گل بعدی خوردیم. چه گل بعدی خوردیم؟ در سگ چه گلی زد به. یا بیرون یا بیرون. این تا تبر جلو ببینم. دروازه خالیه و بله 0 1 1 مساوی. اه خیلی داریم مساوی میکنیم. بعدم اومد دیگه از بازی کردنم. چیه آخ مسخرش در آوردین. گل زدیم به ثانیه نکشید گل خوردیم. سومی مال خدا رو شکر هنوز، ولی یوونتوس پدر سگ داره خلابش زیاد میکنه. ترقش ترکیب قسمت اول ببینم که چی میگه ایشون. چی؟ ما روسای سخت رو میشه داریم. من فکر میکنم که باید به فلانی کمی فرصت بازی بدیم و به برخی از بچهای دیگه استراحت بدیم. ممکنه حق با تو باشه، بازیکن جمال ما از این فرصت برنامه میشن. داره حرف درستی میزنه. نه انصافا حق درو حرف درستی داره میزنه، حقم داره میگه. ما باید درست کنیم ایشو، درست بکنم ایشو. خیلی خوب اومدیم جلوتر. یه سری از بازی رو رد کردیم و خدا رو شکر ما تونستیم ببریم بازیامون رو، ولی همچنان بازی لیگ انجام ندیم که بتونیم ببریم. و سه تا بازی خیلی مهم داریم. البته دو تاش مهمه. یه دونه الان که با روم باز داریم تو ورشگاه خودمون و بازی بعدش حالا خیلی مهم نیست، ولی بازی بعدش که با لاتزیو داریم مهمه. باید هر دو تا بازی رو بازی کنیم ببینیم که چیکار میتونه بکنه ماتیکان با تورگ مقابل همچین تیمایی. ببینم که وضعیت تیمای ما چه جوریه و بازیکن بازیکنامو ببخشید چه جوریه و اورال تیمم ماشاءالله رفته بالا. نمیدونم چرا ولی رفته بالا. نمیدونم به خاطر وجود چه کسی میباشد ولی رفته بالا. تو مخیر بیار تو بریم برای بازی مقابل روم. ز شروع مشمد مقابل رومی که خودم نجاتش داده بودم. ببینم که این رومی که من نجاتشون داده بودم بدون من میتونن خود منو ببرن یا نمیتونن ببرن. این بازی بسیار مهم است. فهمت تا میتونه تکلیف صدر جدول بودن یا نبودن ما رو در این فصل مشخص بکنه. اینقدر این بازی مهمه. داروین تو بهش میرسه یا نه؟ بعد تو به داروین رسید و روی گریزمان رو میندازه داروینو. ببینیم که چیکار میکنن بازیکنان ما. داروین به وسط و توی دروازه. توی دروازه مهدی خانی که گل میزنه. شمع گلزن این سرمربی رو دارین مشاهده میکنید. در هر تیم بازیکنایی رو میاره گلزن باشن و جوان. اگر پیرو بردن بازم بردیم، بازم قهرمان شدیم بدون هیچ گونه ادعایی. نمیدونم چرا گل میزنم انگار جام برنده شدم. اینقدر خوشحال میشم. بالوی میرسونه گریزمان. گریزمان تیر ایمر و توی دروازه. توی دروازه گل دوم. هر دوتاش یک زاویه و بعد آن توان گریزمانی که در میاره قلق و نقطه ضعف دروازه‌بان حریف را. احوانو چی؟ بزن زن برو و برده مهدی خان. نتیجه که 2-0. بسیار زیبا این بازیکن داره بازی میکنه، سرمربیگری میکنه، بازی میکنه، همه کار میکنه. 10 تا شوت زدیم، 4 تاش تو چارچوب بود، 2 تاش گل شد. من نمیدونم چرا اینقدر داریم بیرون میزنیم ضربه رو. بعد دوم 5 امتیاز اختلاف یوونتوس. لاتسیو منتظرت بودم. نمیدونم امروز داربی یا داربی نیست، ولی من منتظرت بودم دوست من. بله روز داربی قسمت اول مثل اینکه با یکی داربی داریم که لاتسیو نیستش. پس مثل اینکه بله من دارم درست فکر میکنم بازی مقابل اینتر میرن در
در 18 نوامبر. فقط یه بازی قدیمی بین دو قدرت فوتبالی نیست، بلکه یه داروی هستش. پیروزی ما در داربی باعث میشه هواداران بازم ما رو کنن. رو کنن رو نگرفتم یعنی چی؟ ولی باشه، این برای من روشن. ما در مسابقه ولی پیروز خواهیم شد، به اونا نشون میدیم که از چی ساخته شدیم. نه بابا، قدرت دست خودت. ببین ساعت 7 شب ما مثلا با اینتر کی بازی داریم؟ نکن امروز که با اینا بازی داریم، بعدش با اینا تو چمپیون بازی داریم، بعد با اینا، بعد حالا او تا بازی با اونا. بعد ساعت 7 شب با لاتسیو بازی داریم که لاتسیو گفتم 13 اومد دیگه. بعد بریم باهاشون بازی کنیم، ببینیم که چیکار میکنه مهدی خان و ایموبیله تو ترکیبشون هست. بازی شروع میشه و در ورزشگاه ما همه جا قرمز مشکی شیاطین ایتالیا. بازی شروع میشه با حضور بونوچی و ایموبیله. داور این بار رنگ لباس اونا رو پوشیده، خیلی عالیه. بعد شماره 10 بازی شروع میکنه و همین الان ما بازی رو به بالا آغاز میکنیم. گریزمان اوه چه پاسی، چه پاسی داداش، چه فقط به پاس چه نمره میدی خدایی. همین الان بنویس، همین الان بنویس به پاس چه نمره میدی، به پاس چه نمره میدی، همین الان خدا وکیل کامنت کن چه پاسی دادم خدایی. تمام، یک بار هیچ میدام میبره، یک بار هیچ میدام میبینه. فقط ببینم که جایگاهمون تو جدول تغییری کرد یا نکرد. بهتره بس کن کی شد راستی، کی اول زده اصلا داروین. اه سم سیاس هنوز باش فاصله داریم پدر سوخته، همچنان داره میسازه. رسیم به بازی دربی اینتر مقابل میلان. بله روز دربی قسمت سوم میبینم که چی میپرسن از مهدی خان بزرگ. بله گفته شما نتونستی در مسابقه قبلیتون برنده بشید، اصلا در مورد دربی نگران هستیم. بازی قبلی که خودشون بازی کردن دو دو کردن با تورینو و الان با سم یاره اینو میبسه. گفته من نگران نیستم، من رقابت نزدیک خواهد بود، ما اعصابمون رو آروم میکنیم. این رو بگو اگر بگم هیچ نگرانی برای رفتن دربی ندارم، درو گفتم. اما وقتی میگم اینتر میلان هم همین وضع رو داره، باور کن هر کسی که بیشترین شهامت رو از خودشون بده قرار به اوج بره. چقدر بابا قشنگ صحبت میکنی، یعنی به جای خدا بعد تو رو میذاشتن اونجا لغاتو معنی کنی. مثلا 3 ظهر در بشکل ما بازی با اینتر که چهارمه و ما دومی مارخلو فهمیم که از یوونتوس کارمون سخته. بریم برای بازی و مهدی خان ببینیم که میتونه ببره اینتر یا نه. البته باید بریم تو رخه استرس صحبت رو بکنیم آقای مهدی خان، ببینیم چی میگه، چی تو چنته داره از تجربه که داره بعد استفاده بکنه. و اینجا بچه انرژی بی گفتم وقتی مقابل اینتر اصلا تو گزینه‌ای سرگیر متوقف نشین، بازی رو کنترل کنید و تمرکزتون رو حفظ کنید. همین برن حالا. هیچ کس داره رو به خاطر تکنیک و تاکتیک نورده، قلب همون چیزیه که در این مدل بازی رو باعث بردنشون میشه. حالا برید و به اون نشون بدید قلب مصمم میدارید. ای بابا قشنگ جو خوبی میدی. دربی میلان شروع میشه بین آس میلان و اینتر میلان. بله دو چهره زیبا ژکو و بونوچی که مقابل هم قرار گرفته بودن و سوپرکاپ از اینا پس گرفته بودیم، اینا حالا میخوان بیان از ما پس بگیرن زیرش. بازی خود داروین شروع میکنه از همین الان مدخل تیمو کشته بالا. خود خورد تیم کامل بالا، تیم کامل بالا. نگاه کن اونجا بازیکن ما خسته شدن متاسفانه. این گزینه بعدیه که در پیش رو داریم. بودو دیگه خاک تو سرت کنن داداش، یعنی ریدی تو کار ما مرجی که بوزینه. خدا باختیم دویچ، خاک تو سرم، گن زد اون چی احمق. دو تا بازی من گذاشتم بیرون بازم گن زد. دومی هنوز خدا رو شکر اخ ایول هنوز دومی و هیچ تغییر نشدش، فقط یه ذره این اسپزیا اومد بالا و یوونتوس هم نبردش. این خوبه آقا، ما چند تا بازی رو رد کردیم، اومدیم جلو خوشبختانه بازی قبل و 4-2 بردیم و به خاطر همین اومدیم صدر جدول با اختلاف تفاضل گلی که نسبت به یوونتوس داشتیم. اما با تیمی بازی داریم که 24 امتیازی اسپزیا که رسیده بود به دوم جدول. بهتون گفته بودم این تیم رو باید بتره کنیم. بازی بعدی مهم نیست، بازی بعدی با دورتموند خیلی مهمه، سر صدر جدولی باید بجنگیم. اما اتخان در این بازی ببینم که کدوم دوستان ما در تیم حضور دارن، کدوم دوستان رو باید بندازیم بیرون. مثل آقای مگنون باید بره بیرون. حالا بازی شروع می‌کنه. اتخان پس از باختی که مقابل اینتر داشت بسیار سهمگین تاخیر شد و ببینیم که اون تاخیر شدنه باعث میشه که تن به ذلت نبخشد و بیشتر روی خود وقت بگذارد و تلاش بکند یا که خیر. نرو دیگه، نرو گم نشو اونور. بزن توی دروازه. ماشاءالله روی دقیقه 75م 76 ما با قاطی کردیم. بله لوگور هم موس میکنه. ایول تو این حرکت دوست داشتم، نه این حرکت دوست داشتم. نه نه ایوانش باشه، دوباره از همون زاویه ما میخوایم گن زدیم. گل مساوی رو زدم بهمون. برو ایش وای داریم بکشین جلو، همه جلو ببینم، همه جلو، حتی دفاع، دفاع وسط، نمیدونم آخر اول برین جلو. وای 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 سوتون از خواهش کنم، سوتون از خواهش کنم. آیول حرکتش رو به جلو، پاس به فلورنزی، ساندشو میکشه توی محبته برگشت و شوت. گل نمیشه باز دوباره.
من میگم بد شانسی میگی نه بد شانسی بازم مساوی کرد و سر جدول رو قطع به یقین از دست دادیم. بله 28 امتیاز سر جدول بسیار اصلا کلا لیگ تو نگاه کن 29 28 27 26 25 23 اینقدر سخت لیگ بازی کردیم دو هیچ خودشون بردن. من نمیدونم چرا ما بازی میکنیم میوازه فکر کنم نوب بودن ما تاثیر گذاشته روشون. امیدوارم که از ویدیو لذت رو ببرید بقیه اش یعنی بازی با دورتموند که داریم مشاهده میکنید میریم بقیه اش بعد پارت بعد میریم میدمشو و اینکه امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید اگه دوستان این پارت بعدی دوتر بذاریم حتما لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فراموش لایک کردن ویدیو خیلی مهمه پارت بعدی رو زودتر بذاریم و اینستاگرام فالو بکنید ستر رسیم به 100 کا و فراتر از اون. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید فعلا تا ویدیوهای بعدی.